به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای خداوند کیوان و گردن سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است به هستیش اندیشه را راه نیست در انتهای شب به نام یزدان پاک و حی دادار سلام و درود بر شما ادیبان و هنرپروران امشب به فردوسی این پیر ادب فارسی و اثر مشهورش شاهنامه میپردازیم شاهنامه برای مردم ما و جهانیان دیدگاه های تازه را برای ماندن و مقاومت کردن و از مشکلات نهراسیدن مطرح می سازد. و پیوسته موقعیت کنونی بشر را مورد پرسش خردمندانه و فلسفی قرار می دهد و بنیادهای حیات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی را با الگوهای هوش یارانه خرد می سنجد. و در همین جاست که شاهنامه می تواند با محتوای فکری خود تحول آفرین، حرکت ساز و مقاومت آموز باشد. در این ترتیب شاهنامه تنها یک کتاب حماسی برای مردم ایران و اسیر جغرافیای های منطقه خاص نیست و طبعا حوزه فکری موجود در آن نیز محدود به عقاید و مشکلات و مسائل انسانی خاص فیلم در ایران زمین نیست شاهنامه سرگذشت طبیعی و رنجنامه و کتاب امید انسان در گذر از فراز و نشیب های حیات پر مخافت است شاهنامه به طرح ماجراهای انسان مبارزی میپردازد که هدفی دارد و با تفاوتها و اختلافاتی که در شیوه زندگی آرمانها و ارزیابیهایش از مبارزه برای حیات دارد موقعیت انسان ابدی را بازگو می کند که از زمان و مکان فراتر است و خاطرات ازلی انسان را در کنار پندارها و تفکراتی که از خیر و شر دارد تصویر می کند و همه جا نشان میدهد که از خیر و زیبایی و نیکی دفاع می کند و در مقابل شر و مشکلات مادی و طبیعی حیات مقاوم و پاورجا و امیدوار به پیروزی است. شاهنامه گذشته پر و حراس انسان را ملموس می سازد و سالت معنیدار و پر را درباره آینده انسان مطرح می کند و کدام هوشیار دورندیش است که شاهنامه را بخواند و به نقش خطیر انسان در پهنه حیات و نگرانی ها و امیدهای پایدار و ابدی وی وقوف نیابد بسیاری از کسانی که شاهنامه را نخواندند و با محتوای عمیق آن آشنا نیستند به غلط می انگارند که شاهنامه کتاب روزگار ما نیست و مجموعه ای از افسانه است که دیگر امروز سودمند نیست و این میراث حتی اگر گرانقدر هم باشد به گذشته و گذشتگان مربوط است و لذا دیگر دارای اعتباری نیست این بینش سرابها نادرست و نارواست زیرا شاهنامه حقیقت را با افسانه ملموس می کند و پهلوانان توانمند و شگفتی آفرین زندگی مردم عادی و آرمانها و آرزوهای بزرگ آنان را به تصویر می کشند. به پدیده قدرت در شاهنامه هرگز تنها در بود سوریان توجه نمی شود بلکه قدرت مادی همیشه از توانمندی معنوی و روحانی پشتوانهی دارد و به همین علت است که دانایی و توانایی دو همزاد جدایی ناپذیرند همچنان که صحنه های نبرد عرصه رویارویی دو نیروی متخاسم مادی نیستند بلکه اندیشه های سیمرغی با روئینتنی اقتدار آفرین اسفندیاری به پیکار برمیخیزد و جسم رستم با تن اسفندیار به مقابله میپردازد و سرانجام کیخسرو خرد بر افراسیاب جهل چیره می شود در دنیای شاهنامه روزگار طلایی و پر اعتبار حیات انسانی پاک و پرهمت به نمایش گذاشته می شود که جان بر سر آرمان های نیک خیش می نهد و به جای من به ما می اندیشد. از این رو شاهنامه جلوگاه سیمای انسان مبارز، صادق، و خداجوی در نبردی بی پایان با مشکلات بیشمار است و این نکته بدان معنا نیست که در شاهنامه انسان بد و شریر و ستمگر وجود ندارد بلکه مقصودان است که در چهار چوب وقایع مندرج در شاهنامه یک خط روشن و تردید ناپذیر حق طلبی و روشنبینی وجود دارد که انسان را به تحرکی مداوم و تکاپویی همیشگی برمیانگیزد تا با تمام نیروهای شر و سکون به مقابله برخیزد و جان بر سر این کار نهد و از همین جا فصل مشترک انسان اساطیری شاهنامه با انسان واقعی معاصر رخ می نماید زیرا انسان امروز نیز در اوج والایی اندیشه و روشن فکری خردمندانش خط روشن و تردید ناپذیر حق و ناحق ستیزی را دنبال می کند و نگران آن است که تحت تأثیر اوضاع دشوار و پیچیده ناشی از پیامدهای اقتصادی و شهرنشینی دوران صنعت و رقابت های نظامی و مادی ناشی از سلطجوی های اقتصادی فرهنگی هویت ریشهدار و عمیق فرهنگی انسانی خود را ببازد و به قربتی قریب دوچار شود که رو از گذشته های معنوس که پر از روشنی سادگی و امیدواری بود جدا سازد و در نتیجه معنوی ها همدلی ها و دلبستگی ها به خانواده وطن و انسان را نابود کند و انسان تکساحتی در انزوای شخصی و خود پسندانه خود گرفتار شود. در آنجا بماند و بپوسد و آینده خیش را ببازد اما تجربه هزار ساله از زندگی و عملکرد فردوسی نمونه موفقی است که شاعر چگونه در بحرانی ترین لحظات حیات سیاسی اجتماعی و اخلاقی ملت خیش که بیهویتی و سیطری بیگانگان و فسادهای ناشی از آفیت طلبی های فردی و ریاکاری های اجتماعی به اوج خود رسیده بود نیروی حیات، مبارزه و ایستادگی را چون خونی تازه به رگهای جامعه خیش می دهد و با اصلاح زعف و حل بحران هویت حیات هزار سالی ملت خیش را تضمین می کند. به نحوی که ملت او دیگر به جانب تسلیم و زبونی و شر باز نگردد و همیشه الگوهای ماندن و نیک ماندن را بشناسد و بدین ترتیب اصاری حقیقت جویی و خردپژوهی انسان کامل تاریخی را با خود داشته باشد. فردوسی در سبترین گزرگاه های تاریخی چراغدار و راهنمای ایستادگی و دوام ایران و ایرانی است. بیش از هزار سال پیش، وقتی مردم ما در میان کشاکش فرهنگ های اقوام قالب و تفکرات مختلف قرار داشتند فردوسی با نمایش گذشته های ملت خیش و بیان خصلت های اصیل و پربار اساتیری و تاریخی توانست بحران هویت و جهانبینی مردم خود را جهت معقولانه بخشد و با زبانی رسا و روشن و پاک و در خور فهم برای همگان خط طولانی شکست ها و پیروزی های گذشته را به آنان بنمایاند و این آگاهی را در اختیار فرد فرد مردم خود بگذارد که چه بودند و چه سهمی در دایره حوادث این گنبد نیلوفری داشتند چرا شکست خوردند و به چه علت به پیروزی رسیدند فردوسی به ملتی سرگشته آین سلح شوری و دلیری و مقاومت را آموخت و راز بقا و ماندن را به گوشه ایشان خواند او با شناخت دقیقی که از روکیات ملت خیش داشت به آنان پیامی رساند که نماینده فرهنگی ریشهدار و شناسنامه دیرزیستی و دیرمانی ملتی بزرگ بود از این رو پیام او در زوایای روح مردم ایران جایگزین گشت عبار تردیدها را زدود و به ایشان اعتماد به نفس و امیدواری به آینده بخشید و کسانی که خود را حلقه به گوش بیگانگان میپنداشتند و شکست را پذیرفته و از پیروزی و رسیدن به استقلال قطع امید کرده بودند به گذشته پر افتخار خیش نگریستند و دانستند که هنوز هم میتوانند چون نیاکان خیش با افتخار و سرفرازی زندگی کنند و آیندهی تابناک و پرغرور داشته باشند و دریافتند که چرا فردوسی می گوید را از دو گیتی برآوردهاند به چندان میانجی بپروردهاند نخستین فطرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار ایرانیان با درک پیام فردوسی هر یک در مبارزه با مشکلات حیات خود را رستمی توانمند یافتند و اسفندیاری رو این تن شناختند و از آن پس در راه اطلاع اعتبار انسانی و شرف و معیارهای فرهنگی و ملی خیش از فرزند و جسم و جان خود مایه گذاشتند و جان در راه آرمانهای بلند خیش باختند فردوسی به مردم ایران در هر گوشه و کناری از مرز مرد پرور که بودند تیری آرشی بازوانی رستمی و جسمی رو این بخشید که با تقوای سیاوش و صفای کیخسرو زندگی کنند کار او تنها بعد سیاسی و نظامی نداشت که او معلم اخلاق و تربیت و آگاهی نیز بود او تمام ابعاد حیات معنوی جامعه ما را تحت تأثیر خود قرار داد و آین فتوت و جوانمردی و مهمان نوازی خانواده دوستی و دفاع از نام را تازه کرد و پهلوانان را به جوانمردان سلحشور و اخلاقی و محافظ جامعه بدل ساخت و به قول دکتر احمد مهدوی دامغانی شاعری فردوسی کمترین شعن است. او یک مفسر قرآن بود، یک هدایتگر نجات بخش جامعه بود، یک مسلح و نظریه پرداز بیمانند بود، یک شیعه مبارز بود، و یک انسان دلسوخته فیلسوف منش که به دنبال کشف جوابی برای سوالات ابدی انسان بود به همین علت او اخلاق پهلوانان کتابش را الگوی اخلاق ملی قرار داد و در کنار معلمان اخلاق و مربیان بزرگ دینی و هدایتگران ذهنی جامعه جانی استوار و شایسته یافت او طبقه از روشنفکران دلسوخته را پدید آورد که ضمن برخورداری از مجموعه فضایل والای انسانی، سلحشوری و وطن پرستی را می شناختند و درس پاک زیستن و جاودان ماندن و برای دیگران زیستن را عملا به مردم خیش می آموختند. مردانی چون بهرام، گودرز و رستم و زنانی چون گردافرید و جریره کرگز تن به ننگ نمی سپارند و جان را برای نام میخواهند و انسان ایرانی را مدافع ارزش ها و مروج اعتبارات عالی قرار می دهند. به همین علت است که حکایات شاهنامه از کودکی در گوش فرزندان این سرزمین زمزمی محبت و ایستادگی میخواند و تا مرگ آنان را رهانه می کند. فردوسی در تثبیت و تحکیم پیوندهای عاطفی و فرهنگی و آداب و رسوم و سنن ملی ایرانی تأثیر فراوان داشت و سبب شد که ایرانی در هر کجای این کهن بوم و برک زندگی می کند صرف نظر از اختلاف آب و هوا و زبان و نوع معیشت اشتراکات قلبی و عاطفی خود را با دیگر مردم این سرزمین بشناسد نوروز و مهرگان و آینهای تولد و مرگ و مردانگی آموختن و اشتراک در باورها و سنتها و روحیات او را به همیهنانش پیوند داده و همدلی جانشین کینه و جدایی شده و وحدت ناشی از پیوندهای اخلاقی و فرهنگی را قدر شناخته که در طول هزاران سال فراهم آمده است و معنی اشتراک خون و نژاد و منافع تاریخی و ملی را درک کرده و در نتیجه در دشواریها و تهاجمات اقوام بیگانه و فرهنگ های متخاسم متحد عمل کرده است و هیچگاه از شکست نه و از خاکستر نومیدی ها برخواسته و پیروزی و سرفرازی را بنا ساخته است در شاهنامه از خلال هر رویدادی چه اساطیری و چه تاریخی میتوان برای بهبود زندگی و خلاقیت های شگفت انگیز حیات انسانی درسی گرفت شاهنامه تنها گزارشی از ها نیست برآیند تاریخ و اسطوره است و ساره حقیقت و جان معرفت انسان است خلاصه و ماحسل آرزومندی های بشری است که از دوردست قرون و گذشته و با قلم فردوسی اندی شمند و نستوه به طرزی شیوا و مؤثر و پایدار در ازهان همه مردم این سرزمین به صورت باورهایی تردید ناپذیر و ارزشهای فرهنگی و ملی و اخلاقی پویا در جامعه دلپذیر و الگوهای ماندنی و سرمشق های ذهنی مردمی در سرزمینی مقدس و ایزدی به سنتی ماندگار بدل گشته است در نتیجه این دیگر فردوسی نیست که از خلال شاهنامه و ابیاتان سخن میگوید این تاریخ فرهنگ و سنت ایرانی مسلمان و شیعه است که زبان باز کرده و از خود و با خود و برای انسانی که الگوی جهان شمول دارد سخن میگوید و به بیان داستانهای دور و دراز و حادثه ها و خطر کردن و پیروزی ها و شکست های ملت ما می پردازد. پس بی تردید راز جاودانگی اساتیر پهلوانی و حماسه‌های جاودانی نیز جز این نیست که انسان محدود به انسان لایتناهی و بشر حقیر به خدای توانمند تبدیل گردد که کلیت ابدی و بیمرز دارد. ما در شاهنامه به کشف راز و رمزهای توفیق میابیم که اگرچه مربوط به جزئی از زندگی روزمره انسانند اما در حقیقت نمادها و مظاهر غیر عادی ترین و خاصترین لحظات حیات انسان کلی هند که در خاطرها میماند و ماجراهای ابدی نیکوبت را ملموس میسازد و آن را با شرایط و مقیاسهای انسان بی زمان و مکان منطبق می سازد. شاید روزی داستان مظلومیت سیاوش شخصی و جزئی بود اما از هنگامی که او از آتش گذشت و به زنده پاک بدل شد و پاکی او زره مقاومت او در برابر سوختن و نابودی به حساب آمد سیاوش به مظهر مظلومیت و پاک دامنی تبدیل گردید که هر آتش سوزنده ای را تحقیر می کرد و زری فضیلت را به صورت استوارترین حفاظ تن و جان بر جسم خیش می پوشند اسفندیار نیز چنین است اگر تصور کنیم که اسفندیار به علت روینتنی از آسیب رستم در امان می ماند با پریده جزئی روبرو شده ایم. اما روینتنی اسفندیار وقتی معتبر می نماید که از فردیت اسفندیار برون می آید و به اسطوره ایمان جمع بدل می گردد. در اینجاست که رستم ناچار می شود به دامن سیمرغ پناه ببرد و برای قلبه بر اسفندیار از او یاری بخواهد و سیمرغ نیز به عقل منفصل رستم تبدیل می شود و او را در آستانی شکست و نابودی مسلح و مقاوم می سازد. اینجا دیگر سیمرغ تنها رهایی بخش رستم نیست بلکه همه را از دست اسفندیار میرهاند و آرمانهای آسمانی و توانمندیهای فلکی را در خدمت زمینیان قرار میدهد مهمترین تفاوت اساطیر یونان با اسطوره های شاهنامه در آن است که اساطیر یونان اکثر در آسمان برین جلوه می کنند و کمتر در زمینند و به همین علت فریفتگی اهل زمین در برابر آنها ناشی از خیال گرایی و واقع بین نبودن است حالان که در شاهنامه حتی در هنگام سخن گفتن از اسطوره‌ها ها و عمل کرد های آنان واقع بینی منطقی و آرمانگرایی زمینی انسان مطرح می شود و خدایان و پدیده های جادویی چون دیوان و اهریمنان نقشی زمینی و در جهت اندیشه ها و عملکرد های انسانی دارند آسمانی و آسمانیون نیز در خدمت اهل زمینند و به حل مشکلات انسان خاکی می پردازند فردوسی اصرار دارد که به دقت تفهیم کند که دیو چیزی جز انسانهای بد نیست و برحق حق نیست در کل شاهنامه چنین کرده است تو مردی را مردم بد شناس تو مردی را مردم بد شناس کجا کو ندارد ز یزدان